بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرجهم بینندگان عزیز و دنبال کنندگان محترم سلام علیکم جور سیعتمن موفق و پیروز باشین باز در یک برنامه دیگه خدمت تا دیم تا به یک شبهه پاسخ بدیم ایام ایام غدیر است و شبهه هم ای شبه درباره غدیر میگویند گفتن بکرات که حضرت علی علیه السلام بعد از این که به خلافت ظاهری نرسید بعد از نبی مکرم اسلام چرا به حدیث غدیر و اتفاقی که در روز غدیر افتاده بود استناد نکرد و احتجاج نکرد در جواب تند و سری خدمتتون میگویم که حضرت علی علیه السلام به کرات نسبت به حادثه و اتفاق قدیر و حدیث قدیر استناد کرد برخی از صحابه استناد کردند امام مجتبا علیه السلام احتجاج کرد و حضرت علی علیه السلام فورا هفتمین روز بعد از اینکه خلیفه اول به خلافت رسید احتجاج کرد در جنگ سفین احتجاج کرد در جنگ جمل احتجاج کرد در مسجد کوفه احتجاج کرد و در جاهای دیگه من امروز دو مورد خدمت شما عرض میکنم مورد اول که امروز خدمتتان ارز میکنیم بعد از این که خلیفه دوم عمر ابن خطاب ترور شد و در وضعیت قرار گرفت که امیدی به حیاتش نبود یک شورای شش نفره را ترتیب داد که در این شورای شش نفره یک از اعضای شورا وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام بود اما شورا توری ترتیب داده شده بود که از درون این شورا نمی توانست برنده اصلی حضرت علی علیه السلام باشه وقتی که گوی سبقت از عبدالرحمن بن عوف ربوده شد و به سوی عثمان ابن افوان آمد حضرت علی علیه السلام برای ابطال آنچه در او جلسه گفته شده بود شروع به سخن کرد گفت حضرت علی علیه السلام گفت قسم به خدا من با شما به سخنی استدلال می کنم که هیچ کس نمیتواند آن را رد کند و آن را انکار کند من به خدا سوگند می خورم آیا در میان شما یعنی اعضای شورا آیا در میان شما کسی هست که پیامبر درباره او گفته باشد من کنت مولا فهازا علی مولا اللهم وال من والا وانصر من نصره لیبلغ شاهد و الغائبه میگه آیا کسی از شما هست که پیغمبر در شهن او گفته باشد هر کس من مولای اویم علی مولای اویه اللهم وال من والا خدایا دوست بدار کسی که علی را دوست میدارد و یاری کن کسی که علی را یاری میکند و باید حاضران به غائبان ای قضیه را برسانند بعد رو کرد به حاضرین و گفت این قضیه را یعنی خواست از اونها اعتراف بگیره همه گفتن چرا یا علی فقط و فقط درباره شما این فضیلت است و کسی جز شما این فضیلت را نداره پس در شورای شش نفره وقتی که میخواست خلیفه سوم عثمان بن عفوان به خلافت برسه حضرت علی علیه السلام احتجاج کرد این در کتاب مناقب خارزمی صفحه 217 ذکر شده منبع دومی هم که خدمات نرز میکنیم باز از اهل سنت و جماعت است المعجم الكبیر للطبرانی معجم کبیر برای احمد طبرانی خب نویسنده اهل سنت است متوفای 360 ایشان از زید ابن ارقم روایت میکنه یعنی راوی مستقیم زید ابن ارقم است بعد از اینکه حضرت علی علیه السلام بعد از خلیفه سوم عثمان بن عفوان و خلافت ظاهری رسید آقا مرکز خلافت را از مدینه منوره به کوفه نقل داد حالا به خاطر مسائل استراتژیک و سوق الجیشی و اهمیتی که شهر کوفه پیدا کرده بود این قضیه را اتفاق افتاد و مرکز خلافت نقل مکان کرد خب حضرت علی علیه السلام در ابتدای ورود به کوفه زمانی که تقریبا حدود سی سال گذشته از جریانی که حضرت علی علیه السلام با عنوان خلیفه و جانشین پیامبر معرفی شده و در این سی سال دستگاه خلافت او طوری که خودشان خواستند به مردم گوش زد کردند و حقایق را به مردم گفتند اما حضرت علی علیه السلام در رحبه و همو مکانی یا صحن مسجد کوفه ای قضیه را ایتوری فرمودند قال میگوید آقای زید بن ارقم ناشد علی عن فی الرحبه میگه حضرت علی علیه و السلام مردم را قسم داد یعنی اونها رو گفت که قسم به خداوند من سمع رسول الله کسی که شنیده است که رسول خدا یقول الذی میگفت گفت اون چنان, اون چنان چیزی را درباره حضرت علی که منظورش همی من کنت مولا فهازا علی مولا مگه قسم داد مردم را که هر کس شنیده برخیزه و بگوید که من شنیده هم. فقام ستت و عشر رجلا فشانزده نفر بلند شدن فشهدو پس شهادت دادن انهم سمعو اینکه که اونها شنیدند رسول خدا را که می گفت رسول خدا اللهم من کنت مولا فهازا علی مولا اللهم وال من والا وعاد من عادا خداوند دوست بدار کسی که علی را دوست داشته و دشمن بدار کسی که دشمنی می کند با علی شانزده نفر بلند شدن در رحبه بعد از حدود سی سال شهادت دادن جالبیش اینجاست ادامیش بسیار جالب است قال زید ابن ارقم میگوید زید ابن ارقم فکنتو فی من کتمه پس من بودم در بین از او کسایی که کتمان کردم یعنی حقیقا یعنی بر نخواستم و شهادت ندادم فزهب بسری پس چشمم کور شد نور چشم خودم را از دست دادم چرا و کان علی رضی الله عنه دعا علی من کتمه و علی علیه و السلام نفرین کرده بود بر کسی که این حادثه را انکار کند و امروز شهادت ندهد زید ابن ارقم خودش میگه که من شهادت ندادم و نور چشم خودم از دست دادم پس نمی شود با حقایقی که خدای تبارک و تعالی از زبان پیغمبر بر مردم گوش زد کرده ما بازی کنیم و کتمان کنیم بترسیم از او روزی که خدای تبارک و تعالی نور چشم و نور عقل و نور وجدان از ما بگیرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته